جلسه پیش یه تمرین دادم، قرار بود که یه چند تا کامپوننت رو درستش بکنیم. بریم ببینیم. یه لحظه تا این باز میشه من میرم لیوانم آب کنم. از بالا شروع میکنیم دکمه ها. قرار بود چند تا پراپس داشته باشید، رنگش رو بتونین کنترل بکنید، آیکون بتونین بذارید و اوتلاینش رو بتونین مشخص کنید با سایز. کالرش رو اینطوری نمیشن. برای آیکون ها اینطوری گذاشتم ولی خب اینجوری استفاده کردم. آها ایموجی گذاشت، ولی اگر حالا باید از فونت آسون مثلا استفاده بکنیم میتونستن اینطوری بنویسن، مثلا بگن که آی کلاس مساوی با حالا مثلا این. یه شرط هم میذارم براش که اگه حالا آیکون داش یه نشونش رندرش بکنه. اگر از حالا فونت آیکون قرار بود استفاده بکنی اینطوری باید می نوشتش، بر راستش هم همینطور. در مورد این ایونت، معمولا اسم ایونت ها رو یه ایونت مثلا دکمه است، یه چیز ایونتش رو کسی که قرار استفاده کنه توقع داره که همون کلیک باشه. اسم عجیب غریب نذارید، حالش تست، شاید تست بوده اینطوری گذاشتم ولی خب بکنین حالا یه پروژه واقعیه اسمای خوب بذارید که کسی که میخواد استفاده کنه دیگه نخواد بیاد کامپوننت باز کنه کدش رو ببینه چه ایونتی داره ارسال میشه. اگه یادتون باشه تو جاوا اسکریپت ما کلی ایونت های دیگه داشتیم، کلیک و دبل کلیک و دیگه چه میدونم موس آن و موس دان. و اگه قرار باشه به ازای هر کدوم از این ایونت ها بیام من یه دستی اینجا بیام من اسم امیت بعد مثلا موس آن یه همچی چیزی دوباره موس آپش خیلی تعدادش خیلی زیاده، کد کل کثیفی میشه. برای اینکه تمام ایونت ها رو اتوماتیک بایندش بکنید
میتونید اینطوری کدتون رو بنویسید، میتونید بگید که v point events. درست نوشته باشن یه لحظه، یا برای که ما کلی اتریبیوت داریم توی HTML، ID، کلاس، دیگه چه میدونم آریا لیبل و چیز لنگ، خیلی چیزهای دیگه. دونه دونه اینا رو بخوایم با پراپس بنویسینش، کد خیلی زیاد و کثیفی میشه. میتونید اینطوری بنویسیم v point attrs، تمام اتریبیوت ها رو بیا بایندش کن به این دکمه. برای ایونت هم یه لحظه بذاری من گوگل کنم مطمئن شم. نه وی آن لیسنرز، برای اینکه تمام ایونت ها را خودش اتوماتیک بایند کنه بهش، یه اینم مینویسه وی آن دالر لیسنرز، یه اینم نمیخواد، کلیکش هم نمیخواد. این دوتا نکته رو میخواستم بگم که یه ببینید، الان توی CSS اومدن گفتن که اگر فوکوس کرد بیا بردره این اینپوت رو رنگش رو تغییر بده و چیزش بکن. اول باکس شد رو بهش دادن، بعدش اومدن اینجا تو بوردرش. ببینید وقتی که موس روش فوکوس میکنم یه تکونی میخوره بهش، اصلا میگیم شیفت لیوت. کدی که یو آی که شما دارین پیاده سازی میکنین نباید شیفت لیوت داشته باشه. پارامترهای گوگل بهش گیر میده توی وب مستر تول، خوب نیست. چیزی که طوری میشه رو نباید بعد بالا باید. مثلا من بخوام اینو درستش بکنم با بوردر، همون بوردر رنگ بهش میدم، بعدش میگم که حالا اگه اومد بیا کالرش فقط تر دیگه شیف لیوت اتفاق نمیاد دیگه. عکسم اومدم اینطوری درستش کردم، آلتشم برای که تمام اتریبیوت هم دوباره اینجا اتوماتیک ساپورت بکنه، ATTRش رو اینطوری بایند کنید، نخواهید دستی دونه دونه پروپس تعریف کنید. برای این که حالا اگر عکس لود نشد، اینو من یه توضیح بدم و بریم دیگه سراغ ادامه جلسه. توی HTML یا هم یه جاوا اسکریپت ما یه ایونتی داریم، اگر مثلا توی مثلا عکس یا مثلا ویدیو یا صدا میخواین چیز کنید، یه چیزی که سورس میخواد بگیره، یه ایونتی داریم به نام ارور. اگر حالا مثلا لود نشه این تریگر میشه. خب حالا تریگر شد، اینجا اومدن یه دونه متد ساختن گفتن که اگه تریگر شد بیا این کارو بکن. چه کار بکن؟ گفت که دیس اس آر سی شو برابر این عکس قرار بده. این عکس هم که فکر کنم همینه، رو ایمیج فاند اینطوری راحت به همین راحتی میتونی هندلش کنی اگر عکس لود نشد، عکس مثلا حذف شده باشه یا اینطوری یه عکس پیش فرضی براش بذاره. یه
سعی کنید الان ببینید میتونستن اینجا استایلشون رو اینطوری این لاین بنویسن یا آبجکت اینجا باز بکنن بعد کدشون رو بنویسن. یه راهش اینه، یه راه بهترش که انجام دادن یه کامپیوتی تعریف کردن بعد اینجا اومدن کد سی اس اس رو نوشتن. همیشه اینطوری کد سی اس اس اگه قرار توی استایل این لاین بکنید اینطوری کد بزنید، نه یعنی کد آبجکت رو داخل تمپلیتتون بذارید. کد تمیز سریع میشه با این حالت. اینم خوبه، فقط عامل نی بعدم یویش مثل اون نیست. خب میان توی index.html اینجا یه راهش اینه، میان توی index.html اگر قرار CDN استفاده کنید آدرس CDNش رو اینجا بذارید، یا اگر دانلودش کردید توی پابلیک مثلا اینجا یه فولدر درست کردید به نام assets، بعد مثلا یه فولدر هم دارید به نام fonts، حالا مثلا اسم فونتتون فونت آیکونتون هر چی هست اینجا آدرسش رو بهش میدید و لودش میکنید. بعدم که اون طرف اینجا هم شما خودت کامنتش کردید، اینه که از کامنت در بیارید نشونش میده، کافیه بیاین اینجا فقط لودش کنیم. خب بریم سراغ ادامه. امرو میخوام اسلات ها را بگم، همین کامپوننت هم بذارید کامپوننت دکمه این دکمه را میخواییم بهترش بکنیم با اسلات بنویسیمش. اینم بذارید بهترش بکنیم. الان کدی که کامپوننت که اینطوری نوشته شده یه دونه پراپس داره به نام لیبل، لیبل رو من باید بهش بدم. الان اینجا لیبل الان بس بیاد حالا رندرش بکنم ببینیم.
Valeri Şalan Sefiye چیزی که نوشتم من فکر کنید مثلا من این دکمه میخوام داخلش کد HTML بنویسم، مثلا اینطوری باشه، من میخوام یه دونه اسپند بذارم داخلش، بنویسم مثلا چندان علی، بعد اینجا یه آیکون بذارم یه آیکونم اینطوری بذارین دیگه، چه میدونم جلوش یه اسپنه دیگه بذارم، متن دیگه میخوام بنویسم توش. خلاصه کلی تگ HTML میخوام بین تگ باتنم بذارم، با این چیزی که با این کامپوننتی که تعریف شده من همچی کاری نمیتونم کنم. لیبل فقط با پرامپت، فقط شما میتونید استرینگ پاس بدید، نمیتونید کد HTML پاس بدید، میتونید پاس بدید ولی خود باید اون طرف با وی HTML با دایرکت به وی HTML چیز کنید، بد میشه به نظر من. برای اینکه دست دیولپر رو باز بذارید که حالا خودش بیاد بین اون کامپوننتی که میخواد استفاده کنه، هر تگی که دلش خواست، مثلا آیکون میخواد بذاره سمت راست، چپش میخواد بذاره، هر کاری که دلش خواست با این اسلات میتونه انجام بده. چجوری؟ میایم اینجا اینا رو پاک میکنم، لیبل رو پاک میکنم، آیکون رو پاک میکنم، اینجا میام اسلات می نویسم. اسلات هم میتونی اینطوری باز و بسته، هم اینطوری میتونید استفاده کنی، مثل تگ آی ام جی هست که کلوزش میشه اینطوری هم بس، این دوتا یکی فرقی نمی کن. چه اتفاقی میفته؟ این اسلات هر جا که شما توی کامپوننتی استفاده بکنید میگه که اگر کامپوننتی که استفاده شد اینجا واسه کامپوننت باتن استفاده کرد، بین کامپوننت دکمه هم اومدم تگ HTML نوشتم یا حالا مثلا تکست نوشتم، هر چیزی که نوشته باشین این دقیقا کپیش میکنه میاد میندازتش اینجا، یعنی این میاد اینا رو کپی میکنه میاد اینجا میندازه رندرش میکنه اینجا، یه همچی چیز نمیشه. بریم ببینیمش، ببینید بذارید فونت های کنم لودش بکنیم. خب من میام توی پابلیک توی فایل index.html اینجا یه لینک css باز میکنم، بعد اینو پیست میکنم. حالا میام توی رایتر بذارید من اینو بکنم به همین راحتی هر جا دلت، مثلا الان میخوام بیام بعد از متن بعد آخرش بذارم راحت، خود دیولوپر میتونه اینطوری جاشو تغییر بده یا بینش اصلا میخواد چیز کنه آیکون بذاره، ولی اونطوری که خودتون میخواین آیکون لفت و رایت بذارید من از
دست دیولپر رو میبندید، برای خیلی بهتره که کامپوننت اسلات داشته باشه، هر کاری دلش خواست بخواد بکنه. خب یه زمانی هست ما نیاز داریم چند تا اسلات داشته باشیم، الان من فقط یه دونه اسلات دارم. بکنید من یه کامپوننت دارم اسمش رو میذارم بیس ای پوت. این بیس لیوت من سه قسمت داره، یه هدر داره، یه دونه مین داره، یه دونه فوتر. خب من میخوام سه تا اسلات داشته باشه، یه اسلات برای یه هدر دارم، اسلات نیم اسم، هر اسم دلتون خواست. برای مینم هم اصلیه اسلاتی که نیم نداشته باشه پیش ورزش، یعنی حالا بهتون میگم اینو من اسمش نمیدم اصلی، اما برای فوترم اسلات نیم فوتر. خب حالا میخوام ازش استفاده بکنم، برای استفاده کردنش بیایم اینجا ایمپورتش بکنیم. یه راه ایمپورت کردنش اینطوری دستی بیاین ایمپورت بکنی، یه راه دیگهش داریم اینو پورت توی وی اس کد. شما بیس اسم کامپوننتتون رو تایپ کنید، مثلا من اسمش رو بیس لیوت گذاشتم، بیس لیوت اینتر بزنید براتون ایمپورتش میکنه و بعدم میاد. بعضی اوقات گن میزنه، مثلا بیس لیوت رو بردش یه دیتا، ولی بعض اکثر اوقات درست کار میکنه، بیس لیوت اون بالا می نویسید و اینتر میزنید خودش ایمپورتش میکنه. من رجیسترش کنم. من حالا سه تا اسلات باید بهش بدم دیگه، یه دونه هدره، هدره ها اینطوری وقتی میخوام اسلات بدم تمپلیت اسلات، اسم اسلات هم بعدش تمپلیت هم میبندم. بعد مثلا اینجا مینم برای فوتر هم بذاریم خودش نوید که برای مینم هم دیگه اس نمیخواد بهش بدید، همینجا مثلا بنویسم چون یه دونه چن باز کنیم اسمش رو بذاریم مین، بریم ببینیمش اینجا رو توی شد ببینید این کامپوننت بیس لیوت ها. اگه بخوام کد شملش رو ببینم میتونید اینجا روی ایندنت کلیک بکنید، میبرتتون قشنگ هم کد شمل که رندر شده رو توی المنت بهتون نشون میده. ببینید این هدرش، این مینش، یه دونه دایب هم بهش دادم و این هم فوترش. با این اسلات خیلی کد تر تمیزی میتونیم بنویسیم، من خیلی ازش استفاده میکنم، خیلی توی فریم ورک های حالا بعد اینکه اسلات تمامش کردم یه چند تا من بهتون میدم برای اینکه برید دست خط ها رو بخونید، برید کامپوننت ها رو کداشون رو ببینید، ازشون ایده بگیرید برای پراپس تا چیا گذاشتن، کجا اومده اسلات استفاده کرده اینا رو حالا یه چند تاش با هم بررسی میکنید، باقیش خودتون برید ببینید. این اسلات خواستم بیوتیفای بگم، بیوتیفای یو آی کیت بیوتیفای
خیلی از اسلات استفاده کرده. میتونید برید ببینید کامپوننت هاش، حالا یکی دو تاشو بریم با هم ببینیم. فریمورک بیوتیفای خیلی معروفه. میگم توی یو آی کامپوننت مثلا کارت خودتون هم به نظر من بیاین ببینید توی این یو آی کامپوننت کلی کامپوننت هست، آلرت، اپلیکیشن، چند تاشو خودتون درست بکنید برای اینکه دستتون را بیفته. مثلا این کارت رو خودتون درست کنید. کارت چی کار میکنه؟ یه کد سی اس اس ساده داره که یه باکس شادو دورشه و یه بکگراند سفید داره. بعد حالا این میتونه هدر داشته باشه، میتونه چند نه فوتر داشته باشه، یه سری دکمه بگیره. چند تا این کامپوننت رو خودتون درست کنید که هم به عنوان تمرین، همین که کی از اسلات استفاده کنید، کجا مثلا چه پراپسی استفاده بکنم بهتره، بهتون خیلی ایده میده. مثلا لیست اسلاتاشو میخواین ببینید، ببینید توی هر کامپوننتی یه دونه API داره. توی این قسمت APIش که بیایم، مثلا میگه که این کامپوننت خودش چند تا زیر کامپوننت داره: وی کارت اکشن، وی کارت ساب تایتل، وی کارت تکست و وی کارت تایتل. بعد روی، حالا مثلا من روی این کلیک کردم، میام داخل صفحه داکیومنت، این صفحش روی اسلاتش کلیک میکنم، میخوام ببینم این کامپوننت کارت چه اسلات هایی داره. میگه که یه دونه اسلات دیفالت داره. دیفالت یعنی اینکه هیچ اسمی نداره، مثل اینکه اینجا اومدم اینطوری اسلاتش رو پر کردم. یه اسلات پروگرس هم داره. یه نکته در مورد این اسلات ها، یه راه اینکه وقتی که میخواین کامپوننتی که حالا اسلات داره رو اسمش رو بهش بده، یه راهش اینه که بنویسین اسلات، یه راهش اینه که یه دونه علامت نامبر بذاری. این کوتاهشه، هیچ فرقی نمیکنه با اون اسلات. فقط یه لحظه بذاریم بجوری. اینطوریه، مساوی اینو نمیخواد. دیگه یه اسلات چیز خاصی نداره. این چی داره؟ میکسینا بذارین در لیست کل دایرکتیو های ویو جی ایس رو بیارم یه دور بگم. توی Vue.js یه سری دایرکتیو از پیش تعریف شده داره. اینا رو من دونه دونه میگم و میریم جلو.
Vitex, کاری که میکنه به جای اینکه شما بیان اینطوری، مثلا من اینجا یه پاراگراف دارم، اینجا یه دونه متغیر نیم دارم. خب یه راهش اینه که من بیام از علامت دپولیت استفاده بکنم، یه راه دیگه هم اینه که دوپلیکیت بگیرم وی تکس متغیر، که هیچ وقت من از این استفاده نمی از همین این حالت استفاده کنم. و بدونید که چیه، ببینیمش. ببینید این متغیر نیم و دیتاشو بایند میکنه به پاراگراف، به اینجا، به این تکستش رو اینجا چیز میکنه. یه نکته که داره، اگه بهش HTML بدید، مثلا من اینجا یه کد HTML بدید چیک، ببینید HTML رو نمیاد رندرش بکنه، فقط متن، هر متنی که بهش بدید و همون عینن میاد رندرش کنید، به عنوان تگ HTML نمیاد رندرش کنید. اگر خواستید کد HTMLش هم رندر بکنه، یه دایرکتیو دیگه داریم به نام VHTML. با مراقب باشین استفاده کردن از این، یه ذره از نظر امنیتی باید مراقبش باشین. چرا؟ شما ممکن مثلا چه میدونم در یه باگ XS، با در مورد XSS برید بخونید باگ XSS چیه. میتونن مثلا اگر مثلا شما کدی که دارید استفاده، HTMLی که دارید اینجا استفاده میکنید، مثلا کنید هکر به سایت نفوذ کرده، به دیتابیس نفوذ کرده، چه میدونم دیتابیس نفوذ کنید که دیگه ترکیده سایت، ولی فکر کنید یه راهی پیدا کرده، یه کد مخربی، یه کد HTML جاوا اسکریپت مخربی خود هکر نوشته، بایند میکنه به این صفحه. وقتی بایند میکنه دسترسی داره به کوکیا، دسترسی داره به کوکیا، میتونه کوکیا رو مثلا چه میدونم سشن کوکیایی که ذخیره شده روی بروزر کاربر رو برداره بفرسته برای یه API. مثلا من هکرم، یه API برای خودم درست کردم، میگم که خب اگر حالا مثلا به فلان سایت نفوذ کردم، فلان کوکی داشت، بیا اینو برام دیتاشو بفرست برای این. خلاصه مراقبه این HTML باشید، هر جای ازش استفاده نکنید. دیگه بریم سراغ دایرکتیو بعدی، وی وانس فقط یه بار رندر میشه، بریم استفادهش کنیم. اینا رو من پاک کنم از قلبت شد. من اینجا یه دونه تگ اسپن باز کرده، یه دایرکتیو وی هم گذاشتم، یه متغیر نیمم بهش دادم، نیمم بذاریم. خب من از الان میخوام این کامپوننت رو مجدد ری رندر بشه. برای اینکه ری رندر بشه باید دیتای یکی از متغیرهایی که توی این تمپلیت من هست و دیتاشو تغییر بده، مثلا همین نیم. خب من اینجا روی اینجا میام یه دونه دکمه تعریف میکنم، روی ایونت کلیکش میگم که نیمش برابره این باشه. خب وقتی روش کلیک کرد، وقتی روش کلیک کرد
متن متغیر تغییر کنه به change. بریم ببینیمش. ببینید من روش کلیک کردم، یه بار دیگه من F5 میزنم، این کامپوننت اپ من. خب الان متغیر نیم من برابر علیه، روی چنج کلیک میکنم، مقدارش تغییر کرد، ولی ببینید توی تمپلیت چه اتفاقی نیفته، ریندر اتفاق نیفته، به خاطر این دایرکتیو ویوانس. بعضی اوقات شما نیاز دارید که ریرندر اتفاق نیفته، هزینه زیادیه این ریرندر. میخوایم بگید که مثلا من برام اهمیتی نداره که حالا اینجا دیتاش دوباره تغییر بکنه، میان از این دایرکتیو ویوانس استفاده میکنه. اگه برش دارم و ببینه چه اتفاق میفته. نف پنج رو یک مشکل یکی میکنم، همون موقع تغییر ریرندر میشه. بریم سراغ بعدی. وی اچ تی ام ال گفتم، وی بایند گفتم. وی بایند اگه یادتون باشه یه راه بایند کردن اطلاعات کوتاه شدهش اینه، دو نقطه بذارید به پراپستون، مثلا چه میدونم اینجا، مثلا اینجا، اینجا من میخوام به کالرم رنگ بدم، تغییر کالر دارم، بعد این رنگم هم از اینجا میگیرم. یه راهش اینه، یه راه دیگه هم به این صورت وی بایند اسم متغیرم. این دو تا هیچ فرق نمیکنه، ولی یه چیزی برای بعضی اوقات توی این کامپوننت باتن بود، اومدیم وی بایند خواستیم بگیم که بایند کن تمام اتریبیوت ها رو به این المنت، از این روش نمیتونین استفاده کنید دیگه، باز همون دایرکتیو وی بایند استفاده کنید، ولی به غیر از این من همیشه از همین روش کوتاه شده استفاده میکنم. فقط گفتم که اگه دیدید وی بایند تعجب نکنید، این با این هیچ فرق نمیکنه. که وی مدل رو جلسه پیش گفتم تو وی بایندینگ کاندیشن شرط میخوایم بذاریم، مثلا اگر بذارید یه شرط بذاریم اینجا، میخوام بگم که اگر اگر مقدار متغیر نیم برابر علی بود، علی بیش بزرگ علی بود، بیا این رندرش بکن، بیا اینجا نشونش بده، در غیر صورت هم در غیر صورت که نداشته. حالا بریم ببینیمش. ببینید الان اینجا یه ویف گذاشتم، شرط برقراره، این اسپن رندرش کرده با گذاشته، حالا من روش کلیک میکنم که مقدارش تغییر میکنه، از دام حذفش میکنه، یه همچین حالتی کامنتش میکنه، از دام حذف میشه کلا. یه دایرکتیو دیگه داریم به نام وی شو. بریم اینم بهتون نشون بدم فرقش هم بفهمید. ببینید ویف کلن اومد از دام هست که، ولی وی شو میاد فقط یه دونه استایل اضافه میکنه، دیسپلیش رو نان میکنه. فرقش اینه، با کد CSS میاد از هستش میکنه، ولی کامل هست نشده، توی دامتون هست ولی فقط با CSS گفته که نشونش ند. بعضی اوقات مثلا نیاز دارید که چون میدونم یه انیمیشنی میخواییم بدید، بر انیمیشن اگه وی ایف بذارید کار نمیکنه، از دامتون حذفش میکنه. یه کار خاصی میخواییم بکنید با این وی شو میتونید چیزش کنید، مثلا بگید که اگر دیسپلیش نان شد
فید بشه، اگر حالا بلاک شد فید این بشه. یه همچین کارهایی میتونید با این ویشو انجام که ویف گفتم با وی این ویف اگر حالا else هم بخوایم براش بنویسیم یه همچی چیزی میشه. حالا می نویسیم مثلا test. اگر مثلا شرط برقرار بود بیا اینو رندرش کن، اگر شرط برقرار نبود در غیر این صورت بیا این کارو بکن. else ifش else مثلا چند اگر change بود یا بذار else if بعضی اوقات شما میخواین یه از ویف استفاده کنید و بعد نیاز ندارید که خود این روی شما روی تگ HTML دارید دایرکتیو میذارید دیگه، ویف میذارید خود این تگ داره رندر میشه. من بعضی اوقات احتیاج دارم که مثلا من یه دونه اینجا یه دونه ویف دارم، بعد داخل این میخوام بگم که دو تا رو من کاتش میکنم. میخوام دیگه این تگ اسپنه رندر نشه. برای اینکه این کارو بکنم میتونم از تمپلیت استفاده کنم. اینجا هم هند بریم ببینیمش. ببینید فقط تکستش رو داخل این دیوه انداخته نم هلستش. لوپ فکر کنید یه لیستی داریم، دارید یه لیست درست کنیم items و میخوام این لیست رو رندرش کنم. مثلا روی تگ ULLI میخوام رندرش کنم. اینا رو پاک کنم یا میگم که یه UL باز میکنم. میام میگم که یه دایرکتیو داریم به نام V4 اینجا طرف سمت راستش، اسم آرایما بهش میده. بعد میگم که خب آیتمز آرو یا آرای است دیگه، یا یه دونه شه برس توی متغیر آیتم، هر اسم دلتو خواست من آیتم اسمش گذاشتم. یه نکته که داره باید یه دونه کلید بهش بدید، هر کدوم از این آیتم هایی که داره رندر میشه باید یه دونه کلید داشته باشه. این کلید هم بهتون توضیح میدم برای چی میدین. اگه ببینید من نذاشتمش زیرش یه خط قرمز کشیده میگه که بایند نکرده کلیدو. نه من بایند کنیم آیتم الان بایدش. یه چیزی یک تا هم کلید باید یه چیزی یک تایی باید باشه. آرایه یه از آبجکت دیگه اسم داخلش. خب من میگم که آیتم نیمشو یا به چاپش بکن دکمه هم حذفش کنم. ببینید با این کلیده به چه درد میخوره. بکنید شما میخواید یکی از این آیتم ها مثلا آرایه یه 100 تا اس داخلش داره، بگید که 50 همیشو حذف کن، یا مثلا
نیمش رو تغییر بده. این برای اینکه ویو بفهمه که کدوم تغییر بده، کدوم الایه تغییر بده با این کلیده. این کلیده رو احتیاج داره، اگه کلید بشه یه چیزی یک دایی بهش ندید نمیتونه این کار رو انجام بده. برای تغییر هست اضافه کرد، اضافه کردن که نه، برای تغییر هست این کلید احتیاجه، حتما بهش بدید. ولی بعضی اوقات فکر کنید یه آرایه دارید فقط داخلش استرینگه، مثلا استرینگ من اینجا دیگه آبجکت ندارم که حالا یه چیزی یک تایی بهش بدم، خودم باید یه چیزی یک تایی تولید بکنم. میام اینجا یه دونه مثلا اینو بهش میگم که ایل آیتمز، یه آرایه از اس دارم دیگه، اینم بذارم اسمشو بکنم نیمز، قشنگترش نیمز. بعد اینجا میگم که این اسم رو یکی بریزشون توی نیم، متغیر نیم. یه دونه ایندکس هم برا من درست کن به ترتیب که داری این فور میری جلو، یه ایندکس هم برا من درست کن بندازش اینجا، نیم هم برای بعضی آرایه که شما یه چیز یک تانه، حتی میتونید اگر اسما که احتمالش هست که یک تانه نباشه، مثلا ممکنه یه اسم مشابه داشته باشه، مثلا یه رضای دیگه داشته باشه، برای همین اگر داشته باشه. ببینید من از ان یه دونه رضا دیگه درست میکنم. بعد اینجا به جای اینکه ایندکس یک تو بهش بدم میگم که نیم بهش بدم، ایندکس هم حذفش میکنم. بریم ببینیم کنسول رو، ببینیم میگه که یه ایرور بهتون میگه که این کلید دابلیکیت تکراریه. هم از V4 که V1 که یه باتم گفتم، این V1 کوتاه شدش این میشه. یه نکته در مورد V4، روی VIF نمیتونید، روی V4، روی دایرکتیو V4 شرط نمیتونید بذارید. نماز بذارید بگم یه سری ایونت هایی هستن مودیفایر داره، مثل سابمیت. مثلا من خوام بگم که یه فرم دارم، بذارید اینجا یه فرم درست کنیم. این پوچی هم داریم اینجا، میخوام بگم که وقتی که سابمیت شد بیا دیتاشو ارسال بکن به متد آن سابمیت. بعد اگه یادتون باشه فرما معلومه، اگه این پری ایونت ها چی رو بهتون بگم، زمانی که فکر کنید شما یه فرم دارین 20 تا مثلا یه تعداد زیادی این ورودی دارین، اینپوت دارین، رادیو دارین، چک باکس دارین، بعد یه دکمه گذاشتین، میخواین وقتی روی این دکمه کلیک میشه اطلاعات سابمیت بشه. برای اینکه این اطلاعات سابمیت بشه باید اینجا مودیفایر پری ایونت رو بهش بدید که
این اطلاعات رو ارسال بکنه به این متده و صفحتون هم رفرش نشه. پریونته به خاطر این. حالا هر مودیفایر دیگه خواستی داتا که بزنید مودیفایر دیگه شو براتون میاره. این کوتاه شدهشه، این ویانم نسخه بلندشه، همین ادساین استفاده کنید راحت تر. دیگه دایرکتیو دیگه نداره جمعی، ولی نورمال ویوسیس نه دیگه. یه ویک لاک هم هست. کاری که میکنه فکر کنید صفحتون کلی صفحه یه وب یه صفحه دارید کلی کامپوننت داخلش، کامپوننت هم سنگینه، بعد میخوایم بگید که حتما وقتی که تمام کامپوننت ها رندر شد بیا فلان کار رو بکن. وی کلاک ها میتونید روی کامپوننت روتتون بذارید، بعد میاد مثلا چیز میکنه یه وی کلاک، یه دونه اتریبیوت وی کلاک میندازه روی اون روت کامپوننت هر جا که حالا گذاشتی. بعد میتونید توی CSS یه کدی بنویسید، اگر مثلا اتریبیوت وی کلاک داشت هر المنتی یا مثلا دیسپلیش نا کن نشونش نده تا وقتی که کامپوننت رندرش تموم شد بعد بیا نشونش بده. این وی کلاک این کار میکنه، استفادهش خیلی کمه، فقط گفتم بدونید. وی مموه اینا هم که توی نسخه 3 است. سوالی دارید بپرسید. اسکوپ اسکوپ دارید، یه مثال بیارم. بذارید اینجا یه مثال بزنم. فکر کنید یه کامپوننت دارید به نام یوزر، پراپس داریم به نام یوزر، یه آبجکت میگیره اینجا مثلا اسم مثلا اینجا اسمم رو نشون میدم در بات این خب. بعد اینجا یه اسلات دارم که حالا اگه دلش خواست اون دیولوپری که قراره از این کامپوننت استفاده کنه
مثال قشنگی به ذهنم رسه. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. خب من تا اینجا یه دونه پرامپت درست کردم به نام یوزر. اینجا اومدم فقط نیم این آبجکت یوزر رو چاپش کردم. بعدش اینجا یه دونه اسلات گذاشتم. یه نکته میخوام این اسلات دل بخواه باشه، اگر اسلات رو داد بیاد رندرش کنه. من میتونم اینجا یه ویل کامپیوتیت بذارم، بعد بگم که از اسلات یه شرط میذارم، یه دونه کامپیوتیت درست میکنم نام از اسلات اینطوری. این با این بودی که میخوام توضیح بدم. این دیس دالر اسلات میتونید با این دیس دالر اسلات به تمام اسلات هایی که کامپوننتون داره دسترسی داشته باشید. کامپوننت اسلاتی هم که به اس نداشته باشه پیش فرضش دیفالته. من اینجا گفتم که اگر این اسلات وجود داشت، بیاین دو تا علامت بهش میگیم دابل نات تبدیلش میکنه به بولیه اگه وجود داشت، که ترو پاس میده ریترن میکنه ترو. اگر وجود نداشت این دیفالت فالس پاس میکنه. من اینجا یه شرطم میذارم، میگم که اگر از اسلات بود بیا اینو رندرش کن. خب ممکنه مثلا دلش نخواست اون دیولپر اسلات نمیخواد بهش بده دیگه، این دای به هم رندر نشه. بریم استفادهش کنیم. داره حذفش میکنم، میگم این یوزر رو بیا یه دونه متغیر یوزر هم اینجا درست میکنم، نیمش میده. ایجو خب من میخوام حال بریم ببینش فعلا. تا اینجا اینجا تا اینجا کامپوننت یوزر من پروپس درست کردم براش به نام یوزر. یه آبجکت یوزر هم بهش دادم که این اطلاعات داخلش هست. خب حالا بریم بهش یه دونه بهش یه تمپلیت بدم. خب اینجا من میام فعلا تمپلیت خالی بدم. Yes. ببینید این کامپوننت یوزر من هز اسلاتش شروع شده چون اسلات داره. بعدم متنی که بین کامپوننت یوزرم گذاشتم و اومد رندرش کرد. حالا تگ پاراگراف هم میدم که بودی که رندر میشه قشنگ تر. اینم پاراگراف. خب حالا بعضی اوقات من احتیاج دارم کامپوننتی که پرافت بهش پاس دادم و اینجا پرافتش رو بکشم بیرون. میخوام تو این اسلات ازش استفاده کنم. میام اینطوری میگم که بی اسکوپ مساوی با چیزی که میخوام بکشم بیرون. اینجا تراک میخوام بکنم، مثلا پراپس یوزرمو میخوام دیستراک کنم بکشمش بیرون. حالا من این یوزر رو توی این اینجا دسترسی دارم. من میتونم اینجا ازش استفاده کنم. میتونم بیام بگم که یوزر دارید اشو تغییر بدن، یوزر اشو میذاریم
Dot user as ince user under. Direktörün Yes. مثال قشنگش توی جدول رو فکر کنید دیگه، جدول دارید 50 تا سطر داره، هر سطر داره یه کامپوننت جدا، یه سطر جدا رندر میکنه. فکر کنید کامپوننت تیبلتونه، هر کدوم از این تیاراتونه یه کامپوننت جداییه، بعد میخواین تو اون وی فورتون به اون تیاره به این سطر اطلاعات این سطر دسترسی داشته باشه. با اون وی اسکوپ میتونید این کار رو انجام بدید. توی این یوزر مثالش قشنگ نشد، خواستم روی این نشون بدم، چیزی پیدا نکرد. برید اینجا ببینیم مثال قشنگی پیدا میکنیم. خب کلش من چاپ میکنم ببینم چیه. نمیدونم فعلا برگشه، جلسه بعد میبینم بهتون میگم. ولی مثال قشنگش رو توی اینجا حالا اکسپند بکنید، میتونید اصلاحات شاید پیدا بکنم، قبلا دیدم اینجا هم پیدا کرده ولی فوکوس میکنم روی پایینه. ببینید اینجا یه کامپوننت تیبل، بعد هر کدوم از این ستونا یه دونه کامپوننت، بعد اینجا اومده دیتا رو بهش داده، آرای از ابجکت، بعد تو یکی از این کامپوننت ای تیبل کالم خواسته اون به اون سطح اطلاعاتش دسترسی داشته باشه. با این اسلات اسکوپ میتونه دیتایی که فقط روی این پاس داده شده رو میتونه دسترسی داشته باشه بهش، حالا هر کاری دلش خواست بکنه. اینجا حالا مثلا اومده بدون دکمه درست کرده به نام حذف و بهش گفته اگه روش کلیک کرد اون سطر رو حذفش بکن. بیشتر تو تیبل ها توی لیست ها ازش استفاده میشه، یه چیزی رو میخوای بکشیم بیرون. اینم حالا من جلسه بعد کاملش میکنم بهتون میگم. API چند تا معنی داره؟ API بیشتر چیزی که استفاده میشه برای
endpoint هاست. یه endpoint بهتون بخوام نشون بدم. challenge کوش. یادم یکی JSش هم نوشته بود. مثلا بیشتر به این میگن API. حالا توی این داکیومنت بیوتیفای اینجا هم دیدید API بیشتر منظورش لیست متغیرها و پراپس و دیگه اسلات هایی که میگیره رو چیا هستن، اسمش اونطوری گذاشته، ولی بیشتر به این میگن یعنی endpointی، به endpoint ها بیشتر میگن. اینطوری مثلا اینجا دکمه، همین دکمه رو اینطوری اتریبیوتاشو بایند کردیم، ایونتاشو هم اینطوری بایند کرد، نحوه استفادهش چیکار به این صورت. مثلا من اینجا باتنم این ایونت هم همین کلیک، مثلا حالا چند دارم آیدی میخوام بهش پاس بدم، آیدی مساویس با هرچی دلم خواست، نمیدونم دیگه مثلا لنگ مساویس با چند یه هر اتریبیوتی که مثلا area label. هر چیزی که الان اینجا من بذارم یاد رندرش میکنه. ببینید این آیدی رو حالا مقدار ندارم، آیدیش این هم اتریبیوت لنگ نمای اریا لیب، هر چی بذارید خودش اتوماتیک اینجا رندرش میکنه. برای جلسه آینده همین تمرینی بود که کریپتو رو با جاوا اسکریپت HTML خام درستش کردید، اینو حالا با ویو بی آی درستش بکنید، کامپوننت بیس هم درستش بکنید. یعنی چی؟ یعنی این هدر یه کامپوننت بشه، این میتونه یه کامپوننت باتن باشه، بعد داخلش یه آیکون بگیره. این سلیقه دیگه، با خودتون میخوام ببینم چجوری تعریف کامپوننتتون چجوریه. این میتونه یه کام این دوتا میتونه یه کامپوننت باشه، این کریپتو اسیتس کلش میتونه یه کامپوننت باشه، بعد این خود هر سطر یه کامپوننت جدا باشه، این تب باره یا نویگیشن باره یه کامپوننت باشه، آیتماش یه کامپوننت باشه. برای جلسه آینده اینو با ویو بزنیدش، دیتاش هم که از اینجا بگیرید، نم ای پی آیش دارم تو گروه با همون دستور فچ
بهش میتونید راحت اطلاعات بگیرید و بریدیدش توی متغیر مثلا کوینز، بعدم رندرش کنید. رندر کردنش هم که امروز دایرکتیو وی فور رو گفتم، با اون دایرکتیو وی فور راحت میتونید رندرش کنید. اگه سوال ندارید خسته نباشید.